حواشی و ناگفته های باور نکردنی از زندگی شخصی رضا صادقی، از ماجرای فلج شدنش به خاطر تزریق اشتباه یه آمپول تا ماجرای ازدواجش با یه دختر ایرانی آلمانی و همینطور ماجرای تحصیلاتش توی دانشگاه سوئد. با ما همراه باشید، یه مروری زندگی رضا صادقی رو انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خب رضا صادقی متولد 25 مرداد ماه سال 1358 در شهر بندرعباس هست. ایشون خواننده ترانه‌سرا، آهنگساز و تنظیم کننده معروف ایرانی هست که چندین ده هست جز تاپ‌های موسیقی پاپ ایرانی به حساب میاد. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته موسیقی از دانشگاه استکهلم سوئد و به خاطر تزریق اشتباه آمپول توی کودکی متاسفانه فلج شد و الان پاهاش ضعف حرکتی داره. در محله شیر اول بندرعباس به دنیا اومد و اصالتاً برای روستای کریان از توابع شهرستان مینا به هرمزگان هستش. اون 4 خواهر و 1 برادر به نام محمد رضا داره. در مورد علت فلج شدن رضا صادقی ماجرای غم انگیزی وجود داره. گفته میشه در دوران کودکی اون دچار یه مریضی میشه که دکتر برای درمون چند تا قرص و آمپول براش تجویز میکنه، اما بعد از تزریق آمپول حال اون وخیمتر میشه و بعد از مدتی میفهمن که آمپول به اشتباه به جای رگ در عصب پایش زده شده و عوارض این تزریق باعث میشه که اون برای همیشه از زانو به پایین فلج بشه. در واقع یه پرستار و تزریقاتی به خاطر اشتباه تزریق کردن آمپول باعث شدش که رضا صادقی برای همیشه فلج بشه. خودش در مورد این قضیه میگه که بعدن رفتم اون پرستار رو پیدا کردم، فقط برای این که بهش بگم حلالش کردم و هیچ ناراحتی دیگه ازش ندارم. شاید اگه این اتفاق برام نمیافتاد این همه پیشرفت توی زندگیم نمیکردم. تازگی هم شنیدم که از دنیا رفته و دیگه توی این دنیا حضور نداره. اما ماجرای خواننده شدن رضا صادقی هم جالبه. خودش میگه کشف استعدادش توسط یکی از معلماش اتفاق افتاد. حاج عباس پدرش برای تقویت درس ریاضی رضا صادقی رو که زیادم ریاضیش خوب نبود پیش یکی از معلماش میفرسته و از اون خواهش میکنه که چند جلسه با رضا به صورت خصوصی ریاضی کار بکنه که مقدار تقویت بشه درسش. تو اولین جلسه بعد از حل مسائل ریاضی معلم متوجه میشه رضا عاشق موسیقیه. همین موضوع موجب میشه تا جلسات بعدی با معلمی که هم ریاضی میدونه و هم موسیقی برای رضا جذابتر بشه و حتی همین عاملی باشه که اون عاشق ریاضی هم بشه. رضا صادقی کم کم با استعداد ذاتی خود به صورت خودآموز گیتار رو یاد گرفت. چند آهنگ هم با کیفیت نسبتاً پایین ضبط کرد که بین جوانای بندری حسابی دست به دست شد. همین استعداد و اعتماد به نفسش باعث میشد تا از شهرداری و هتل همای بندرعباس به رضا برای اجرای برنامه پیشنهاد بشه، که خب اون هم براش این قضیه جذاب بود و با اشتیاق و خوشحالی اون پیشنهاد رو پذیرفت. خودش از اون دوران که اوایل نوجوانی و جوانیش بود همیشه به نیکی یاد میکنه و میگه اجراهام توی هتل هما رو خیلی دوست داشتم. اما شاید براتون جالب باشه که کشف استعداد اصلی رضا صادقی توسط امین تاروخ اتفاق افتاد. توی اون زمان که رضا صادقی توی هتل هما اجرای برنامه میکرد هر شب، یه شب امین تاروخ هم مهمان این هتل بود و اجرای رضا صادقی رو میبینه و خیلی ازش خوشش میاد و میگه تو میتونی یکی از ستاره های موسیقی بشی، نمیدونم چرا اینجا موندی و برای قاشق و چنگال ها آواز میخونی، ولی اگه میخوای پیشرفت کنی پاشو با من بیا تهران. همین شد که رضا صادقی با امین تاروخ رفت تهران و در سال 71 در 13 سالگی اولین آهنگ خودش به نام راز عشق رو منتشر کرد. یک سال بعد آلبوم غیر رسمی هم به همین نام ارائه کرد. صادقی بعد از اون همکاری خودش رو با گروه هنری کیمیا آغاز کرد. اما شهرت رضا صادقی با مشکی رنگ عشقه بود. اون بعد از 10 سال فعالیت حرفه‌ای در نهایت سال 82 با آلبوم رسمی مشکی رنگ عشقه و ترانه‌ای به همین نام حسابی سر زبون‌ها افتاد.
اون بعد از اون سال 85 با آلبوم وایسا دنیا به اوج شهرتش رسید. جالب بدونید که رضا صادقی با یه دختر ایرانی آلمانی ازدواج کرده. توی یکی از تورهای کنسرتاش در کشورهای مختلف اروپایی، توی یکی از کنسرتاش در کشور آلمان با همسرش آشنا میشه و این در نهایت باعث میشه که 20 بهمن ماه سال 90 این دو نفر با هم ازدواج کنن. توی اون زمان رضا صادقی 32 سال بیشتر سن نداشت. ثمره این ازدواج دو دختر به نام تیارا متولد 92 و ویانا متولد خرداد 96 هست. کسایی که رضا صادقی رو میشناسن میدونن که رنگ مشکی و لباسهای مشکیش یه جورایی امضا و استایلش به حساب میاد. حتی رضا صادقی توی مراسم عروسیش هم لباس مشکی بتن داشت. این خواننده که از اول شروع کارهای موسیقیش همیشه مشکی میپوشید، این سنت رو توی مراسم ازدواجش هم ادامه داد. یکی از دوستای نزدیکش در مورد مراسم عروسی رضا صادقی میگه وقتی وارد مراسم شدم یکی گفت اه، یکی گفت رضا، یکی گفت مشکی آخه، ولی اما اگه غیر از مشکی میپوشید تماما رو همه اون چیزی که گفته بود باید خط میکشید. میگفتم مشکی رنگ عشقه، الان من به عشقی دارم میرسم که عشق شاعرانه، قلبی و احساسیه. اگه با رنگ غیر از این بیام دروغ گفتم. جالب بدونید که رضا صادقی به غیر از دو دختری که داره یه فرزند خونده هم داره که دختری به اسم ایران هست که فرزندیش رو رضا صادقی قبول کرده. ماجرا هم به تصاویری برمیگرده که چند وقت پیش توی شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال شد از یه دختر و نوزاد اصفهانی که متاسفانه توی سطل زباله رها شده بود. بعد از پخش شدن این کلیپ رضا صادقی توی اینستاگرامش ویدیویی منتشر کرد و از پدر و مادر این بچه خواست که بیان و بچه‌شون رو بردارن و بزرگش کنن و خرج زندگی اونها و خرج بزرگ شدن بچه تا 20 سال بر عهده رضا صادقی هستش. ولی خب متاسفانه خبری از پدر مادر نشد تا اینکه خود رضا صادقی گفتش که حضانت این بچه رو قبول کرده. این بچه چون پدر مادر داره متاسفانه سرپرستیش رو به اون نمیدن، ولی رضا صادقی میتونه حضانت اون رو بر عهده داشته باشه و هزینه زندگی و تحصیل این بچه رو تامین بکنه. شاید باورتون نشه ولی رضا صادقی یکی از رکورددارهای آلبوم هم هست. اون از سال 72 تا سال 99 بیش از 28 آلبوم رسمی منتشر کرده. در بیشتر آثارش ترانه سرایی و آهنگسازی رو خودش انجام میده و توی اکثر آلبوم‌هاش هم یکی دو تا ترک بندری هم داره که اکثرا از سروده‌های ابراهیم منصفی و محمد علی قویدل استفاده میکنه. رضا صادقی علاوه بر خوانندگی و آهنگسازی چندین تجربه بازیگری هم داره. اون در سال 90 با فیلم خداحافظی که در واقع برشی از داستان زندگی خود رضا صادقی بود در نقش خودش جلوی دوربین رفت. دو سال پیش هم در نقش کوتاهی در سریال یاغی جلوی دوربین رفت و چند تا سکانس که اونجا هم باز نقش خودش رو بازی میکرد اجرا کردش. رضا صادقی ارادت زیادی هم به امامان شیعه به خصوص امام رضا داره. خودش در مورد ارادتش به امام رضا میگه وقتی که بچه بودم و مشکلات جسمانی زیادی داشتم پدرم به من میگفت که برای خوب شدن حال تو حاضرم همه جد ببرمت به جز مشهد، چون انقدر امام رضا به ما حال خوب داده که نمیخوام برای حال بد تو پیش امام رضا برم. همیشه صحبت پدرم برام سوال بود، اما بزرگتر که شدم به این نتیجه رسیدم که طوری باشم که امام رضا دوستم داشته باشه. خب رفقا حتما نظرتون رو راجع به رضا صادقی و زندگی و حواشیش برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و به همون بگید با کدوم ترک آهنگ رضا صادقی بیشتر خاطره دارید. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.